امروز می‌خواهم درباره تنها نامه آلبرت اینشتین که در آن به موضوع خدا می‌پردازد سخن بگویم. آنچه اینشتین نوشته شایان توجه بسیار است، زیرا اینشتین اگر بزرگترین فیزیکدان سراسر تاریخ انسان نباشد، بیگمان یکی از بزرگترین مغزهایی است که کره زمین به خود دیده. این نامه در مزایده بنگاه کریستیز در تاریخ 4 دسامبر 2018 به مبلغ نزدیک به 3 میلیون دلار به فروش رسید. از آقای دکتر حسن بلوری فیزیکدان که پیشنهاد پرداختن به این مطلب را کرد سپاسگزارم. اینشتین در طول زندگیش نامه های بسیار نوشت، ولی این نامه ویژگی هایی دارد که آن را بی همتا می کند. یکی این است که او یک سال پیش از مرگ بی پرده نظرش را درباره خدا و دین یهود و دیگر دین ها بیان می کند. دیگر اینکه این نامه دست نوشته اوست، نه تایپی یا چاپی، یعنی درست همان است که خود او نوشته. تا سال 2008 همگان از این نامه آگاهی نداشتند، چون وارثان گیرنده نامه آن را پنهان نگاه داشته بودند. نامه در تاریخ 3 ژانویه 1954 به فیلسوف آلمانی اریک گوتکیند نوشته شده و درباره سومین کتاب گوتکیند است. گوتکیند مانند اینشتین در سال 1933 به آمریکا پناهنده شد و در نیویورک میزیست. کتاب به انگلیسی است با عنوان زندگی را برگزین، فراخوان کتاب مقدس به طغیان. افسون بر عنوان، این عبارت بر جلد کتاب دیده می شود. آیا ما باید بحران کنونی جهان را وضع اجتناب ناپذیر انسانی بدانیم، یا می توان از لغزش به سوی نابودی جلو گرفت؟ گوتکیند در این کتاب همگان را به پیروی از تورات فرا می خواند. تورات را مبارز می داند و دین یهود را فساد ناپذیر. نام یک صفحه و نیم بیشتر نیست و تنها در حدود 240 دخشه کاراکتر دارد. اینشتین در این نامه تنها یک بار واژه خدا را به کار می‌برد. با این حال مزایده‌گران آن را God Letter، نامه درباره خدا نامیدند. خواندن کتاب را ریاضیدان و فیلسوف هلندی لویتسن بروئر به اینشتین توصیه کرده بود. اینشتین در نامه به گوتکیند رک و بیپرده انتقادهای خود را بیان می کند. با این حال برای اینکه نرمش نشان دهد می کوشد زمینه های مشترکی با گوتکیند بیابد و می گوید که در اساس با او موافق است. اینشتین می نویسد واژه خدا برای من زایده ضعف انسان است و چیزی بیش از بیان ضعف انسان نیست. کتاب مقدس مجموعه است از افسانه های قابل احترام ولی بدوی. هیچ تفسیری، هرچند زیرکانه، نمیتواند نظر مرا در این باره تغییر دهد. با اینکه اینشتین خود را یهودی میداند، میگوید برای من دین تحریف نشده یهود مانند همه دین های دیگر زایده خرافات بدوی است. و یهودیان که من با خرسندی خود را جزو آنان می دانم و با نحوه اندیشیدنشان ژرفانه پیوند دارم، برای من هیچ شأن ویژه‌ای نسبت به مردم دیگر ندارند. از این گذشته من هیچ صفتی که آنان را قوم برگزیده کرده باشد نمی شناسم. اینشتین در سال 1933 با هراس از آلمان نازی همراه همسر دومش به آمریکا رفت و استاد دانشگاه پرینستون شد. 7 سال بعد شهروند آمریکا شد. اینشتین در خانواده یهودی ولی کاملا غیر مذهبی در شهر اولم در آلمان به دنیا آمد. وقتی به سن دبستان رسید، پرمارش، پدر مادرش، والدینش او را به دبستان کاتولیک محلشان فرستادند. در 9 سالگی به دبستان دیگری رفت که دارای آموزش دینی برای یهودیان بود. اینشتین کم کم به دین روی آورد و شیفته دین یهود شد، تا آنجا که به پرمارش ایراد می گرفت که چرا آداب دینی را رعایت نمی کنند و مثلا گوشت خوک می خورند. ولی این چندان به درازا نکشید، چون 1 سال بعد در 10 سالگی با دانش‌های زاستاری طبیعی آشنا شد. سالها بعد نوشت
با خواندن کتاب‌های دانشی که برای همگان نوشته شده بودند خیلی زود پی بردم که بیشتر داستان‌هایی که در تورات آمدند نمی‌توانند درست باشند. در 17 سالگی وقتی شهروندی آلمانی را ترک می‌کرد، در درخواستش برای شهروندی سوئیس در برابر دین نوشت نامشخص. در مدتی که اینشتین به پلی‌تکنیک زوریخ می‌رفت، احساس و نظرش درباره دین شکل استوارتری گرفت. بسیار خواند، به ویژه اثرهای باروخ اسپینوزا، فیلسوف یهودی سده 17 هلندی را. اسپینوزا به خدای اعتقاد داشت که نظم گیتی و زیبایی زاستار طبیعت را پدید آورده، ولی انسانگونه و شخصی نیست. اسپینوزا آفریدگار و آفریده را دو جنبه یک چیز می‌داند. به سخنی دیگر، خدای اسپینوزا همان زاستار یا طبیعت است. فلسفه اسپینوزا همچنین دارای مایه‌های مهمی از آترم باوری دترمینیسم است که با اندیشه اینشتین سازگاری بسیار داشتند. پس از دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال 1921، در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایش از باورهایش درباره دین سخن گفت، ولی نه به روشنی و بی‌پردگی آنچه در نامه به گوتکین نوشته. در سال 1929 خاخام کنیسه مرکزی نیویورک تلگرامی به اینشتین فرستاد که پاسخش جالب بود. داستان از این قرار است که بنابر نگریه بازانی هروین تئوری نسبیت عام که اینشتین به سال 1916 منتشر کرد، فضا و زمان مطلق نیستند. پیش از اینشتین نیوتن معتقد بود که فضا و زمان مطلقند و خداوند چنین خواسته. وقتی بحث درباره نگریه اینشتین از جامعه فیزیکدانان خارج شد و به آگاهی همگان رسید، واکنش مغرضانه دینداران و دینکاران را برانگیخت. اینان از خود می‌پرسیدند که آیا نگریه اینشتین در را به روی خدا ناباوری نمی‌گشاید؟ آیا آموزش این نگره در میان جوانان آنان را به کجراه نخواهد کشان؟ اوکونل، کاردینال بوستون، در موعظه‌ای سخت به اینشتین و نگریه بازانگی او حمله کرد. گولدشتاین، خاخام کنیسه منهتن، برای اطمینان از خلاف آنچه کاردینال می گفت، در ماه آوریل 1929 تلگرامی به اینشتین فرستاد با این مضمون: آیا شما به خدا اعتقاد دارید؟ نقطه، پاسخ 50 واژه شما پیش پرداخت شده است. اینشتین بیدرنگ پاسخ داد: من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم که در نظم آنچه هست خود را نشان می دهد و نه به خدایی که به سرنوشت و کارهای انسان ها می پردازد. پاسخ اینشتین بحث‌های دیگری برانگیخت. به هر حال دینداران از یک سو خوشحال بودند که اینشتین گفته به خدا باور دارد و بنابراین خدا ناباور نیست، ولی از سوی دیگر می‌دیدند که خدای اسپینوزا چندان تفاوتی با خدا ناباوری ندارد. اینشتین نظم و سازمان و زیبایی زاستار و گیتی را به چیزی نسبت می‌داد و درباره این چیز احساس دینی داشت، ولی این به اصطلاح دین او خدایی که مانند انسان‌ها رفتار کند نداشت. خدایی که محافظت می‌کند، تصمیم می‌گیرد، پاداش می‌دهد، خشمگین می‌شود، حیله‌گر است و با بریدن سر گوسفند قانون‌های خود را زیر پا می‌گذارد. خدای اینشتین بزرگتر از آن است که از انسان پرستش بخواهد. یکی از زندگی نویسان اینشتین می‌گوید که پژان‌های اپینیون های اینشتین درباره دین و نحوهی که آنها را بیان میکرد با گذشت زمان تغییر کردند. گاهی پاسخ اینشتین به شخص پرسنده بستگی داشت، زیرا اینشتین نمیخواست دیگران را برنجاند. در پایان عمرش بود که اینشتین به روشنترین صورت پژوهش‌هایش را درباره خدا بیان میکند. در آن زمان اینشتین آزادتر از دوران جوانی سخن میگفت. دو ماه پس از نوشتن این نامه، اینشتین در جشن 75 زادروزش گفت که او به خدا اعتقاد ندارد، ولی ژرفانه دینی است. این سخن اینشتین ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی آلفرد وایت هد را به یاد می آورد که می گوید بیگمان بگرت کنسپت خدا عنصر اساسی است در این که شخص خود را دینی احساس کند، ولی عکس آن درست نیست. یعنی خود را دینی احساس کردن عنصر اساسی در بگرت خدا نیست.
حال می‌رسیم به متن کامل نامه اینشتین درباره خدا. پرینستون، 3 ژانویه 1954. آقای گوتکیند گرامی، پس از اصرارهای چندباری بروئر، ریاضیدان هلندی: این روزها بسیاری از بخش‌های کتابتان را خواندم. بسیار سپاسگزارم که آن را برایم فرستادی. نکته‌ای که نظرم را جلب کرد این است: ما در رویکرد عملی به زندگی و جامعه انسانی نقطه‌های مشترک بسیار داریم، به ویژه آرمان غیر شخصی همراه با کوشش برای رهایی از خواست‌های خودمرکزی، کوشش برای بهبود و تعالی زندگی و همچنین تأکید بر عنصرهای کاملا انسانی که به موجب آن چیزهای مادی وسیله‌های بیش نیستند و نمیتوان با آنها نقش تعیین کننده داد. توی پرانتز، به ویژه این نحوه نگرش غیر آمریکایی است که ما را به هم پیوند می‌دهد. پرانتز بسته. از این که بگذریم، اگر بروئر پافشاری نمی کرد، من هرگز درگیر خواندن جدی کتابتان نمی شدم، زیرا به زبانی نوشته شده که از آن سر در نمی آورم. واژه خدا برای من زایده ضعف انسان است و چیزی بیش از بیان ضعف انسان نیست. تورات و انجیل مجموعی قابل احترام ولی افسانه های بسیار بدوی‌اند. هیچ تفسیری، هرچند زیرکانه، نمیتواند نظر مرا در این باره تغییر دهد. تفسیرهای شسته رفته بسیار گوناگونی از کتاب مقدس کردند، ولی این تفسیرها در واقع ربطی به متن اصلی ندارند. برای من دین تحریف نشده یهود مانند همه دینهای دیگر زائیده خرافات بدوی است و یهودیان که من با خرسندی خود را جزو آنان می‌دانم و با نحوه اندیشیدنشان ژرفانه پیوند دارند، برای من هیچ شأن ویژه‌ای نسبت به مردم دیگر ندارند و تا آنجا که می‌دانم آنان چندان بهتر از دیگر گروه‌های انسانی نیستند، هرچند که با نداشتن قدرت خود را از بدترین افرادها دور نگاه داشته باشند. از این گذشته، من هیچ صفتی که آنان را قوم برگزیده کرده باشد نمی‌شناسم. به طور کلی برایم دردآور است که شما ادعای جایگاه برتر دارید و با کشیدن دو دیوار غرور از آن دفاع می‌کنید. یکی دیواری بیرونی همچون انسان و دیگری دیواری درونی همچون یهودی. به عنوان انسان از جنبه‌ای مدعی هستید که اصل علیت که همگانی است شامل شما نمی شود، حالان که آن را در مورد دیگران می پذیرید، و به عنوان یهودی مدعی ارجحیتید برای باور یکتاپرستی. ولی علیت محدود اصلا علیت نیست، چنان که سپینوزای شگفت‌انگیز آن را برای نخستین بار به روشنی نشان داد. و در اصل تسلط باور یکتاپرستی نمی تواند نگرش انیمیستی دینهای طبیعی را باطل کنند. در نامه نیامده، ولی توضیح میدم که انیمیسم عقیده به این است که همه چیزهای جهان دارای روحند و این ارواح را باید ارضا یا اقفال کرد. اینشتین میخواهد بگوید که باور یکتاپرستی همان اندازه با واقعیت سازگاری دارد که باور انیمیسم. اینشتین ادامه میدهد: با ساختن این گونه سطح‌ها ما تنها خود را می‌فریبیم، ولی سودی نصیب کوشش‌های اخلاقی‌مان نخواهد شد، کاملاً برعکس. اکنون که تفاوت‌های میان باورهای فکری‌مان را بی‌پرده بیان کرده‌ام، برای من روشن است که ما در چیزهای بنیادین، یعنی برآوردمان از رفتار انسان، بسیار به هم نزدیکیم. چیزی که ما را از هم جدا می‌کند همان است که فروید زمائم فکری و عقلانی جلوه دادن می‌نامد. بنابراین فکر می‌کنم که اگر با هم درباره موضوع‌های مشخصی سخن بگوییم، یکدیگر را خوب می‌فهمیم. با تشکر صمیمانه و بهترین آرزوها، ارادتمند آ. اینشتین. درباره جنبه‌های گوناگون این نامه می‌توان ساعت‌ها بحث کرد. تنها اشاره کنم که اینشتین واژه خدا را گاهی با شوخی به کار می‌برد، به ویژه در جمله معروفش: خدا با گیتی تاس بازی نمی‌کند. اینشتین با این جمله می‌خواست به طور استعاری از تئوری کوانتوم مکانیک که آترم باوری دترمینیسم را زیر پرسش می‌برد انتقاد کند.
وقت ما به پایان رسید. به طور کلی برخی فیزیکدانان گاهی واژه خدا را به جای قانون‌های زاستاری، قانون‌های گیتی، نظم کیهانی به کار بردند، ولی این باعث گمراهی مردم عادی می شود، چون می پندارند که مقصود فیزیکدانان همان خدایی است که دین ها می گویند. کسی که همه جنبه های دانش فیزیک را به راستی فهمیده و فریبکار نیست، اگر به خدا اشاره می کند، مقصودش خدای اسپینوزا است، یعنی زاستار و قانون های گیتی.